توسل به کتاب آسمانی و اسلحه. دونالد ترامپ تهدید کرد که برای پایان دادن به شورش و غارت به زور متوسل خواهد شد. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا رئیس جمهوری آمریکا همچنان قدرتمندترین مرد کشورش است؟ در کاخ سفید چه میگذرد؟ خبرنگارمان از آنجا گزارش میدهد. اعتراض ها اینجا در مقابل کاخ سفید و در شهرهای دیگر آمریکا ادامه دارد. نظر یک استراتژیست حزب دموکرات آمریکا و یک روزنامه‌نگار ایرانی نزدیک به جمهوری خواهان را در مورد اعتراضات خواهیم پرسید. همچنین در ادامه برنامه امشب واکنش یک دست مقام‌های ایران به اعتراض‌ها در آمریکا. رئیس قوه قضاییه می‌گوید که آمریکا باید به عنوان ناقض حقوق بشر محاکمه شود. در برنامه امشب صدای منتقدان رویکرد حکومت ایران را هم خواهیم شنید. ما اگر واقعا دنبال آزادی مردم و حقوق مردم و این دو چیزا این توجه به ارانیت ها بونم دارم اینا هستی با تمام این مسائل رو در کشور خودمون به صورت خیلی عجیب قدیدتر و دقیقتری داریم که حقوق ارانیت ها، حقوق مردم، حقوق منتقدی، حقوق فعالان اجتماعی، حقوق کسانی که دنبال آزادی هاشم هستم همیشه زایی شده و مثلی ظلم هم به اینا شده. کنم که امروز جناب رئیس جمهور تشریف میارن و میخواد انفجار در مسجد وزیر اکبرخان کابل. ایاز نیازی، چهره پرنفوذ نزدیک به حکومت، کشته شد. و آزادسازی سهام عدالت به چه معنی است و مردم چه بهره‌ای میتوانند از آن ببرند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. از کشتن ما دست بردارید، بگذارید نفس بکشیم. اینها از جمله شعارهای معترضان آمریکایی در چند روز گذشته است. صدای خشم و اعتراضی که در بسیاری از شهرهای آمریکا شنیده می شود و گاه به خشونت می کشد. دونالد ترامپ هم می گوید که وقت آن رسیده که به شورش ها پایان داده شود. پلیس و ارتش دیروز برای اینکه او بتواند با کتاب مقدس مسیحیان در برابر یک کلیسا عکس بگیرد، تظاهرات کنندگان را با گاز اشکاور از مقابل کاخ سفید دور کردند. رقیبش جو بایدن ساعتی پیش گفت که ترامپ حتی یک خط از انجیل را نخوانده و از مذهب استفاده ابزاری می‌کند. دونالد ترامپ اما همچنان بر برخورد شدید اصرار دارد. او امروز در توییتی از فرماندار نیویورک خواست که از گارد ملی برای مقابله با اعتراضات استفاده کند و نگذارد یک عده آدم به گفته او بی مقدار و کمایه نیویورک را به آشوب بکشند. رئیس جمهوری آمریکا معترضان را هم دوباره عده اغتشاشگر دست چپی افراطی خواند که عددی هم نیستند. در پی کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه پوست تحت بازداشت پلیس، داغ دهه‌ها نژادپرستی و سرکوب سیاه پوستان در آمریکا دوباره تازه شد. این بار تعداد بیشتری از سفید پوستان هم به این اعتراض‌ها پیوستند. 5 ماه مانده به انتخابات، آیا این بحران به نفع دونالد ترامپ خواهد شد یا به ضررش؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهمن کلباسی. هفت روز پس از کشته شدن جورج فلوید که جرقه یکی از بزرگترین اعتراض‌های آمریکا را زد، پایتخت این کشور محل رخدادهای بی سابقه شد. نخست ساعت 6:30 عصر دونالد ترامپ اعلام کرد آماده فرستادن ارتش برای مقابله با آشوب‌ها به ایالت هاست و خواستار برخورد شدیدتر فرمانداران با معترضان در سراسر کشور شد. البته گفت از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. من رئیس جمهور نظم و قانونم و متحد معترضان مسالمت‌جو، اما اجازه نخواهم داد تا افراد آشوبگر و خشمگین صدای عدالت‌خواهانه معترضان واقعی را خاموش کنند. دقیقاً همزمان چند ده متر آن طرف‌تر از جایگاهی که آقای ترامپ سخن می‌گفت، مأموران به گرد همایی مسالمت‌آمیزی که چند ساعتی در جریان بود با گاز اشکاور حمله و معترضان را از پارک روبروی کاخ سفید دور کردند. تصاویری که زنده از رسانه‌های آمریکا پخش می‌شد. چند دقیقه بعد
رئیس جمهوری آمریکا پیاده از کاخ سفید خارج شد و با عبور از محلی که به سرعت از معترضان خالی شده بود به مقابل کلیسای تاریخی محل رفت و کتاب انجیل را جلوی دوربین ها بالا گرفت. فرماندار جمهوری خواه پیشین ایالت ویسکانسن آن را نشانی از شجاعت دونالد ترامپ دانست. کشیش این کلیسا اما گفت از برخورد خشن پلیس با معترضان با هدف باز کردن راه آقای ترامپ تا بتواند عکس تبلیغاتی بگیرد خشمگین شده. و اندرو کومو فرماندار نیویورک هم گفت از این ماجرا شوکه شده. آقای کومو همزمان نیم نگاهی هم به شهر نیویورک داشت که در آن برای اولین بار پس از 77 سال مقررات منع رفت و آمد از 11 شب تا 5 صبح برقرار شده. اعتراضات بعد از ظهر دوشنبه در این شهر اما آرام آغاز شد. شعار می‌دهند جان سیاهان هم ارزش دارد. یک هفته بعد از فوت جورج فلوید در ایالت مینیسوتا، اینجا در نیویورک و شهرهای دیگه همچنان تظاهرات ادامه داره. همجور که می‌بینید در میدان تایم هستیم، جایی که به صورت معمول پر از جهانگرد هست ولی به خاطر شرایط کرونا تعطیل بوده، ولی حالا پر از کسانی است که معترضند. معترضانی که جمعیتشان در مسیر راهپیمایی افزایش پیدا کرد و از کوچک و بزرگ و سیاه و سفید در آن بودند. این مشکلات از نژادپرستی بگیرین تا تبعیض و فاصله طبقاتی ده ها سال در حال رسیدن به نقطه جوش بوده. متاسفانه یا خوشبختانه سر این ماجرا دیگه صبر ما لبریز شد و بالاخره تونستیم در برابر این بی‌عدالتی ها بایستیم. پیام ایستادن در برابر بی‌عدالتی ها که هر شب تحت شعاع اخبار تخریب و غارت فروشگاه ها قرار گرفته. دیشب نیویورک یکی از بدترین شب ها را تجربه کرد. تصاویری که ممکن است بخشی از افکار عمومی را علیه اعتراض ها بسیج کند. فشار دونالد ترامپ برای برخورد سریع‌تر و شدیدتر هم ادامه مسیر را پیچیده تر می کند. شاید همین نگرانی ها سبب شد برادر جورج فلوید شدیداً تخریب ها را محکوم کند. در هر مورد خشونت پلیس همین صحنه اعتراض و تخریب تکرار میشه. بیایید راه دیگری رو بریم. راه بهتری هم هست. اونم رأی دادنه، نه فقط در انتخابات ریاست جمهوری بلکه در همه انتخابات ها. بحرانی که همزمانی آن با ادامه شیوع کرونا و بیکاری دست کم 40 میلیون نفر پیشبینی تحولات در آمریکا را درست 5 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دشوار کرده است. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. هادی نیلی خبرنگار ما از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. هادی، میبینم که پشت دی تجمع کردند، وضعیت چطور الان؟ همینطور رنا، امروز حداقل میشه گفت چند صد نفر اینجا جمع شدند، یه مقدار پراکنده هست، ولی با توجه به اینکه حصاری که اطراف کاخ سفید بوده رو جلوتر آوردند و حصار رو مرتفع‌تر هم کردند، این حصار معمولاً تا کمر افراد الان 2 متره، یعنی کسی اصلا امکان این که بتونه از این حصار رد بشه نداره و جمعیت به نوعی متراکم شده. این هست که برای رعایت بهداشت همه ماسک هم به صورت داریم. این خودش یادآوری خوبیه که آمریکایی که داریم در موردش حرف میزنیم الان درگیر بحران کرونا هست. همچنان شیوع ویروس متوقف نشده، هرچند شیب شیوعش کم شده. در این حال بیش از 30 میلیون نفر الان دارن بیمه بیکاری میگیرن از دولت، یعنی تقاضای بیمه بیکاری کردن، یعنی یا حقوقشون خیلی کم شده یا قطع شده. و در این حال این اعتراض ها هم وجود داره و در چنین فضایی هست که افکار عمومی خیلی چشم به کاخ سفید داشت که رئیس جمهور آمریکا چه موضعی میگیره که بتونه کمک بکنه به گرد هم آمدن جامعه یا به اینکه اعتراض ها به جایی برسه، با اعتراض ها در واقع واکنش نشون بده. ولی دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین نطقی که بعد از کشته شدن جورج فلوید داشت، بیشتر از اون که روی همدردی با این خانواده تاکید بکنه که در چند جمله اول نطقش بود و گفت که در کنار معترضان مسالمت‌آمیز می‌ایسته، ولی بیشتر از اون داشت هشدار میداد به کسانی که به قول او شورش کردند و گفت همون موقع، همون لحظه، ساعت 7 عصر به وقت واشنگتن باید شورش تمام بشه و همون موقع بود که مقررات منع رفت و آمد در پایتخت آمریکا هم طبق قرار قبلی شروع شد. و این خیلی مورد توجه قرار گرفت که هنوز مقررات منع رفت و آمد اعمال نشده بود، هنوز کسانی که اینجا جلوی کاخ سفید جمع شده بودند
کار غیرقانونی نکرده بودن. تجمع مسالمت آمیز بود. ما خودمون اینجا بودیم. ولی در این حال نیروهای گارد ملی و نیروهای پلیس واشنگتن دی سی به همین تجمع کنندگانی که جلوی کاخ سفید بودن و به خبرنگاران یورش آوردن، جلو اومدن، اونها رو عقب زدند با ضربه، با درگیری و با گاز اشکاور. محوطه رو خالی کردن برای اون تصویر معروفی که دیروز دونالد ترامپ اینجا جلوی این کلیسای سن جان از خودش گرفت، تصویری که البته واکنش متصدیان متولیان کلیسا رو برانگیخت که گفتند این اقدام دونالد ترامپ هیچ ربطی به مذهب نداره و او صرفا داره از این فرصت برای یک فرصت تبلیغاتی استفاده میکنه. هادی، همزمان با صحبت تصاویر زنده ای میبینیم از اعتراضات در نیویورک. به نظر میاد که تجمع ها اونجا ادامه داره. میدونیم که ساعت منع رفت و آمد در نیویورک هم مثل اینکه بیشتر شده. باید دید که در ادامه اعتراضات های پلیس تلاش خواهد کرد که متفرق بکنه معترضان رو یا نه. جو بایدن هم امروز سخنرانی کرد که در اون سخنرانی شاید بسیاری از شبکه های جهانی بهش بعد از مدت ها توجه کردن و میخواست بشنوند که رقیب دونالد ترامپ در چنین شرایط بحرانی چه برای گفتن داره. همینطوره، هم جو بایدن که نامزد دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا خواهد بود، نامزد بلا منازع، و هم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که عالی رتبه ترین مقام منتخب حزب دموکرات هست، الان در حال حاضر به تندی در مورد این اقدام دونالد ترامپ که دیروز اینجا جلوی کاخ سفید به جلوی این کلیسا آمد واکنش نشون دادن، این اقدام رو تبلیغاتی دونستند و سوء استفاده از مذهب. در این حال شنیده ها در مورد مقام های داخل دولت دونالد ترامپ هم حاکی از اینه که خیلی از اونها در جریان نبودن که برنامه چه هست، از جمله فرمانده در واقع رئیس ستاد مشترک ارتش جنرال میلی که با دونالد ترامپ همراهی میکرد در مسیر که دونالد ترامپ از کاخ سفید قدم زد، حدود 300-400 متر اومد پیاده تا جلوی این کلیسا. این جنرال هم همراه رئیس جمهور آمریکا بود و در پوشش کاملا نظامی، چیزی که خیلی واکنش برانگیز شد. اینطور که شنیده حاکی از اینه که او ظاهرا در جریان نبوده که قراره که این اقدام بشه و به نظر نمیرسه که لزوما در جناح خود دونالد ترامپ هم طرفداران زیادی داشت، اینکه به خصوص قبل از اومدن رئیس جمهور اینطور با گاز اشکاور معترضان مسالمت آمیز رو پراکنده بکنه. هادی، به نظر میاد که اختلاف ها در بین مقامات بسیار زیاده، از جمله بین فرمانداران ایالات مختلف و رئیس پلیس ها، از جمله رئیس پلیس هیستون که در مصاحبه با شبکه سی ان ان گفته بود که اگر رئیس جمهوری حرفی برای بهبود اوضاع نداره بهتر دهنش رو ببنده. همینطوره، این موضع گیری ما از مقام های مختلف در ایالات مختلف میشنیم با توجه به اینکه خیلی از این مقام های انتظامی در ایالات های مختلف اینا منتخب هستن، در انتخابات رأی میارن و میتونن با قدری زیادی از استقلال نسبت به پایتخت حرف بزنن، موضع بگیرن. در این حال که ما دیدیم توی خود تجمع ها هم رفتار پلیس، رفتار نیروهای انتظامی همه جا یک شکل نبود. در بعضی نقاط دیدیم که پلیس حتی به نشانه همراهی با معترضان در اون اقدام نمادینی که معترضان انجام میدن زانو زد روی زمین، اقدامی که الهام گرفته از ورزشکارانی که در اعتراض به تبعیض نژادی، در اعتراض به برخورد خشن پلیس با سیاه‌پوستان، موقعی که سرود ملی آمریکا اول مسابقات ورزشی پخش میشه به جای اینکه بایستن و دست بر سینه بگذارن دست بر زانو میگذارن و میشینند. برخی نیروهای پلیس در همین نقاط، در همین جریان این تظاهرات در نقاط مختلفی این اقدام رو کردن که همراهی بکنن با معترضان، ولی به نظر میرسه که حداقل تا جایی که در شهرهایی که اعتراضها بیشتر درش خشونت دیده شده، اعتراضها رنگ خشونت گرفته، این برخوردها هم بیشتر بوده. هرچند تصور بر اینه که در مینیاپولیس حداقل که کانون و نقطه آغاز این اعتراضها بود، گارد ملی گفته که میخواد در واقع از شهر عقب نشینی بکنه، چون که به زعم اونها خشونت‌ها کمتر شده و صرفاً دیگه اعتراضات مسالمت‌آمیزه. ولی این موردی است که باید ظرف یکی دو روز آینده بیشتر بهش چشم داشت که اقدامات دونالد ترامپ چقدر مؤثر بوده در کاهش التهاب‌ها. هادی، همزمان با صحبتات کماکان تصاویر زنده داریم از ایالت نیویورک، جایی که به نظر میاد که تجمع‌ها در حال شکل‌گیری. انتقادهای زیادی دونالد ترامپ از عملکرد فرماندار نیویورک داشت و در توییتر هم از او دعوت کرده بود که از گارد ملی برای برگردوندن آرامش به نیویورک استفاده بکنه و از الفاظی مثل معترضان کم‌مایه و بی‌مقدار درباره تظاهرات کنندگان استفاده کرده بود.
اما جمیرا برلی از استراتژیست های حزب دموکرات آمریکا از ایالت نیویورک با ماست، جایی که میدونیم که کماکان تجمعات اعتراضی در جریان. خانم برلی، آیا فکر میکنید که دونالد ترامپ در قامت یک رهبر ملی ظاهر شده یا یک رهبر حزبی تا اینجای کار؟ Donald Trump definitely appears as a partisan leader. He has shown himself to not wanting to even know what the movement is about or even care. دونالد ترامپ به نظر اصلا نخواسته به خودش نشون بده که این جنبش راجع به چی هست. توجه به مواضعش توان این رو داره که آرامش رو برگردونه به این بحران؟ I think Donald Trump is utilizing the current moment that is happening in this country to continue to forge division and hate within America. I don't think he's looking for peace. He has already shown himself to و امیدوارم که تمام رهبران دموکرات و جمهوری خواه سعی بکنن که این رو محکوم کنن. میدونیم که بسیاری از جمهوری خواهان سطح بالا حمایت کردند از مواضع و سیاست‌های آقای ترامپ. آیا فکر می‌کنید که این مواضع ممکنه در روزهای آتی تغییر کنه؟ من امیدوار هستم. من سالهاست دارم دعا میکنم که جمهوری خواها بفهمند داره چی میگذره و دونالد ترامپ رو پاسخگویی به طلبن. قبلا به مکزیکی ها میگفت مجرم یا تجاوزکار یا اینجور القاب رو به آدم های دیگران میداد. به نظر نمیاد کسی باشه که میتونه با جوامع اقلیت در کشورهای مختلف در خود آمریکا راه ارتباط صلح رو برقرار بکنه. برای من امیدوارم که رهبران جمهوری خواه هم لحنشون رو عوض بکنن و مواضعشون رو عوض بکنن. خانم برلی، اولین باری نیست که نیروی پلیس به زور متوسل شده در برخورد با سیاه‌پوستان و اولین باری نیستش که شاهد اعتراض‌های سراسری در آمریکا هستیم به این موضوع. آیا تفاوتی بین این بار با دفعات گذشته می‌بینید؟ من فکر می‌کنم تنها من فکر کنم فرقی نداره. فرقی هستش که همیشه میبینیم که چجوری سیاه‌پوستان دارن فعال. But I think what was so disturbing about the recent murder of George Floyd is that you had four officers using physical force to stand on his body even after 2 minutes when it was declared that he had no pulse. You can see in the video the clear lack of human life that they had for that man. And for me, this moment is showing to be different because you have so many individuals from a range of different communities, both black, white, the LGBT community, Latin American community, kind of stepping up and speaking out on behalf of African Americans. And I think it's not only promising, but it shows that there are intersectionalities of our identity that requires all of us to, represent each other, but more importantly, to be allies that requires justice for other communities beyond our own. متشکرم جمیرا برلی. متاسفانه ترجمه همزمان ما اشکال داشت، ولی خلاصه پاسخ خانم برلی این بود که تفاوت این بار با دفعات گذشته اینه که افراد از گروه‌های مختلف به این اعتراضات پیوستند و تفاوت دیگه‌ای که از دیدشون وجود داشت میزان خشونتی که علیه معترضان به کار میره از جمله تفاوت‌ها بود. و اما احمد باطبی، روزنامه‌نگار نزدیک به جمهوری‌خواهان از واشنگتن دی سی با ماست. آقای باطبی، شما نظرتون چیه راجع به مواضع دونالد ترامپ؟ به گمان من دونالد ترامپ هیچ حرکت اشتباهی تا به این لحظه انجام نداده و تمام واکنش هایی که در قبال قتل صورت گرفته این فرد سیاه‌پوست صورت گرفته تماما بر اساس پروتکل های دولت فدرال بوده.
و چیزی که باید بیننده هاتون توجه داشته باشن این که این موضوع دو وجه متفاوت داره که چندان به هم مربوط نیستن. وجه اول قضیه پیگیری و اجرای عدالت به اصطلاح که بسیاری از تظاهر کنندگان میخواد که هیچ ربطی به دولت ترامپ نداره و قوه قضاییه ایالات متحده مربوط میشه، و چیزی که به دولت ترامپ مربوط میشه در مورد به طور مشخص قتل صورت گرفته اجرای قوی تر یا تغییر پروتکل هایی است که پلیس های فدرال و محلی رو وادار میکنه که یا مانعشون میشه که حرکات خشونت آمیز انجام ندن که منجر به بقای این چنینی نشه. برعکس اون چیزی هم که شما مکررن در گزارشاتون میگید، آقای ترامپ هیچ وقتی معترضین رو آدمای بیمقدار نخونده به طور مشخص، مثالی که دیروز هم هست البته توییت کرده کسانی که معترضن they are low life and losers، ترجمهش میشه افراد بازنده و بیمقدار. بله خانم، من انگلیسی بلدم و میدونم دقیقا چی بوده شما. پس ما از خودمون نمیگیم، آقای ترامپ توییت کرده میگه ترجمه توییت ایشونه. بفهمید، اجازه بدید شما بخشی از واقعیت رو میگید و بخش دیگری رو نمیگید. اگر میخواین استناد بکنید، چرا صحبت‌های دیروزش بهش استناد نمی‌کنید؟ دیروز همین موقع آقای ترامپ اومد صحبت کرد، به طور مشخص از معترضان دفاع کرد، به طور مشخص گفت من رئیس جمهور همون کسی که کشته شده هستم و تا آخرین نفس وای میستم تا بتونم حقوق از دست رفته رو برگردونم. در این حال من بجز امروزی که الان در خدمت شما هستم، تقریبا هر روز در اعتراضاتی که هست به خاطر پوشش خبری رفتم و من میبینم که چیزی که شاهدم، چیزی بیش از 90% مردم در طول روز اعتراض میکنن به اون چیزی که به هر حال موقع جنایتی که صورت گرفته و هوا که تاریک میشه میرن خونه هاشون. یک جمعیت اندکی باقی میمونن در خیابان که عموما سازمان یافته هستن. به این دلیل میگم سازمان یافته هستن که میبینم به صورت گروهی حمله میکنن، تخریب میکنن، آشوبگری میکنن. همون چیزی که شما مثال زدید که آقای ترامپ عکس گرفتن جلوی کلیساتون، همون مسیر چندین ساختمون تاریخی بود که به دست همین گروه‌های افراطی و همین گروه‌های سازمان یافته آتیش گرفت و از بین رفت. و چیزی که آقای ترامپ بهش تاکید داره اینه که من با اینها برخورد میکنم. مطمئن باشید آقای، تمام جای دنیا پروتکل‌هایی وجود داره برای شرایط اینچنینی. اگر نمیدونم به کاخ ریاست جمهوری و نهاد سلطنتی کشور حمله بشه، گاردون ریاست جمهوری یا ارتش وارد عمل میشه در ایالات متحده، به همین شکل است. اگر آقای اوباما هم در یا آقای سندرز هم در کاخ سفید بود، مطمئنا درها رو باز نمی‌کرد که بفرمایید تخریب بکنید مال اموال کاخ سفید بود. البته معترضان هم انتظار نداشتن که وارد کاخ سفید چند، ولی بسیاری از معترضان میگن که در تاریخ آمریکا سابقه نداشته که علیه یک تجمع صلح‌آمیز ارتش از گاز اشکاور استفاده بکنه برای اینکه رئیس جمهوری بتونه بره به یک کلیسا برای عکس گرفتن. میگم روایتاتون روایت‌های درستی نیست. ارتش هرگز از گاز اشکاور استفاده نکرده. ما چیزی داریم در ایالات متحده به نام سیکرت سرویس که تقریبا همون گارد ریاست جمهوری میشه که در داخل کاخ سفید و وظیفه‌اش محافظت از به اصطلاح اون مجموعه ساختمان‌های کاخ سفید است. وقتی که تشریف ببرید مقابل کاخ سفید، میبینید فاصله خیابون یا اونجایی که مردم معمولا تظاهرات میکنن تو دفتر ریاست جمهوری واقعا کمتر از 100 یا 200 متر. یعنی اگر شما یه بطری پرتاب کنید میخوره به شیشه به اصطلاح دفتر ریاست جمهوری. بنابراین امنیت برقرار کردن اونجا یعنی کار ساده‌ای واقعا نیست. و در این چند شب هم به طور مشخص در همون فاصله آشوب‌ها و تخریب‌هایی که گفتم صورت گرفته. بنابراین شما اگه بخواید واقعا منصفانه نگاه بکنید، چطور میشه یک امنیت نسبی رو لااقل اونجا برقرار کرد بدون اینکه یک گاز اشکاور استفاده بکنید؟ البته چیزی که معترضان میگن اینه که چیزی پرتاب نشده به کاخ سفید و اعتراض هم اعتراض صلح‌آمیزی بوده. تا حدی درسته. معمولا در تمام ساعات طول روز که مردم عادی و معترضین میان و صلح‌آمیز تظاهرات میکنن، اینجور اتفاقات صورت نمیگیره. ولی من در این چند روز عکاسی هم کردم، در توییتر هم عکساشو منتشر کردم. وقتی رو به تاریکی میره درگیری ها شروع میشه. من عکسای باز منتشر کردم از همین تجمع که شما میبینید. معترضین اشیای تیز و برنده سنگ پرتاب میکنن به سمت ساختمان کاخ سفید. اگر بخوام به طور مشخص عکسا رو برای شما میفرستم که ببینید. ولی باز اعتراض و انتقاد از سیاست، انتقاد و اعتراض به سیاست آقای ترامپ صرفاً از جانب معترضان نیست. ما می‌بینیم که رؤسای پلیس بعضی از ایالات، فرمانداران بعضی از ایالات بسیاری معتقدند که سیاست آقای ترامپ در راستای آشتی و وحدت ملی نیست. در شرایطی که اینقدر عصبانیت گسترده است بین بخشی از جامعه، چنین سیاستی نمی‌تونه آروم بکنه شرایط رو.
ببینید اینجا مملکت آزاده و همه میتونن نظرهای خودشون رو داشته باشن. تحلیل اونا با توجه به میزان داده و اطلاعاتی که به صورت میدانی جمع میکنن ممکنه با منی که اینجا نشستم متفاوت باشه. بنابراین ممکنه اونها هم درست بگن و ولی من فکر میکنم چیزی که از به طور مشخص و نزدیک از داخل خیابونها میبینم، از مردمی که اونجا حضور دارن میبینم، بیش از 95% ملت آدمهایی هستن که تظاهرات مسالمت‌آمیز دارن و خیلی محترمانه هم حضور دارن و همه‌شون هم متفق القول میگن دولت باید با بقایای بعد از تاریک شدن هوا به طور جدی برخورد بکنه که طبق قوانین فدرال و ایالتی در درجه اول پلیس باید وارد عمل بشه، بعد نشنال گارد ایالتی یا ارتش ایالتی و در نهایت اگر نشه جلوی تخریب و آشوب رو گرفت ارتش ملی یا همون نشنال گارد فدرال وارد عمل میشه. اینا پروتکل هایی است که هر رئیس جمهور دیگه هم باشه باید اینو رعایت بکنه و باید وارد عمل بکنه. در انتها چه خواهد شد؟ متشکرم احمد باطبی، روزنامه‌نگار نزدیک جمهوری خان. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این شرایط بحرانی رسانه‌ها را مسئول نارامی‌های اخیر دانسته. نگرشی که به نظر می‌آید از جمله دلایل حملات متعدد پلیس به خبرنگاران باشد. در جریان نارامی‌های 8 روز اخیر در شهرهای آمریکا، خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها در چندین شهر آمریکا بازداشت شدند و کتک خوردند. کسرا ناجی در گزارشش نگاهی کرده به این حملات کم نظیر در خاک آمریکا که این بار آزادی رسانه‌ها را هم هدف گرفته. پلیس بدون توجه به فریادهای مردی که میگوید خبرنگار است. افسر پلیس میگوید مهم نیست، روی زمین دراز بکش. غروب یک شنبه در یک پمپ بنزین در مینیاپولیس، شهری که جورج فلوید در آن به قتل رسید. خبرنگار وایس نیوز بارها با صدای بلند میگوید خبرنگار است و کارت خبرنگاریش را نشان میدهد. این هم کمی بعد. گاز فلفل برای خبرنگاری که به واسطه کارش چشم و گوش مردم است. در این بحران بزرگ که مردم میخواهند حقیقت رو بدانند و حتی ببینند. و این در واشنگتن دیروز، حمله پلیس به تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز عده‌ای از مردم در پارکی در کنار کاخ سفید. و به فیلم بردار شبکه خبری 7 نیوز استرالیا. این همون واقعه با دوربین دیگر از مقابل. حمله پلیس به خبرنگاران و تظاهرکنندگان کمی قبل از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ از کاخ سفید خارج شد تا در آن نزدیکی در مقابل کلیسایی که قبلا به آن حمله شده بود با کتاب مقدس عکس بگیرد. سازمان‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران می‌گویند از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ و حمله مرتب او به رسانه‌ها و خبرنگاران به عنوان دشمنان مردم، کار برای کارکنان رسانه‌ها و روزنامه‌ها به مراتب دشوارتر و خطرناک‌تر شده است. سازمان جهانی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ که مقرش در نیویورک است می‌گوید در ناآرامی‌های اخیر در شهرهای بزرگ آمریکا پلیس عمدن روزنامه نگاران را هدف گرفته است و باید به این کار خاتمه دهد. دستگیری و بعداً آزادی این خبرنگار سیاه پوست CNN و اعضای تیم خبریش روز جمعه گذشتم نشانه دیگری بود برای اینکه دشمنی دونالد ترامپ با رسانه‌هایی که لزوماً از او حمایت نمی‌کنند ممکن است چراغ سبزی تلقی شده باشد از سوی خیلی‌ها و بخش مهمی از افراد پلیس برای ساکت کردن یا حمله، تهدید و ارعاب رسانه‌ها و مطبوعات که کار آنها را متمم اول قانون اساسی آمریکا تضمین کرده است. اینجا تهدید پلیس به استفاده از گلوله پلاستیکی علیه یک خبرنگار زن هنگام پخش زنده آن. دو سازمانی که در آمریکا رویدادهای مربوط به خبرنگاران را دنبال می‌کنند می‌گویند بدرفتاری‌ها با خبرنگاران در هفته گذشته به حدود 100 مورد می‌رسد. این خبرنگار عکاس لیندا تیرادو بینایی یک چشمش رو روز شنبه از دست داد در پی برخورد شیعی به چشمش، احتمالاً گلوله پلاستیکی.
گرفتن روزنامه‌نگاران که تاکنون رویه ای عمدتاً مختص به کشورهای استبدادی بوده، حالا در آمریکا متداول می شود. روندی نگران کننده برای آزادی ها در یک دموکراسی. کسرانه جی بی بی سی. محمد خیرخواه، عکاس، خبرنگار و کارشناس رسانه در مؤسسه سیاست دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ماست. آقای خیرخواه، خوش آمدید به برنامه. آیا شما امروز این روزها مشغول عکاسی بودید در خیابان‌های واشنگتن و مشاهداتتون چه بوده از برخورد شیکاگو ببخشید و مشاهداتتون چه بوده از برخورد پلیس؟ سلام، سپاسگزارم از دعوتتون. من توی چند روز گذشته برای به صورت محدودی عکاسی کردم. بیشتر تظاهرات توی شهر شیکاگو به شکل مسالمت‌آمیز بوده. معمولا اتفاقاتی که به خشونت کشیده شد زمانی بود که حکومت نظامی اعلام کرده بودن بعد از ساعت 9 شب، اون زمان بود. به شخصه من خودم چیزی ندیدم از پلیس، درگیری خاصی ندیدم که به سمت خبرنگارها باشه، ولی خبرهایی که از شهرهای دیگه شنیدم و دیدم بسیار نگران کننده است. به گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، دست کم 100 برخورد خشونت‌آمیز با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شده در چند روز گذشته. به نظر شما آیا این اتفاقیه یا تبدیل به روند شده؟ البته من خبرات یه خود آپدیتش کنم. 125 تا صبح امروز 125 تا مورد نقض حقوق خبرنگاران گذاشته از طرف کمیته حمایت از خبرنگاران. ولی این قضیه خیلی نگران کننده است، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، و فکر میکنم که ناشی از چند سال گذشته و ریاست جمهوری جدید آقای ترامپ هستش که خبرنگار رو بارها دشمن مردم خطاب کرده. فکر میکنم که بخش بزرگی از این قضیه ناشی از اون از این موضوع میشه و همینطور آشنا نبودن ارتش یا پلیس به کارهاشون هستش که به این قضیه دامن میزنه خوده. در بسیاری از موارد تصویری که ما دیدیم از این برخوردها، میبینیم که خبرنگار، فیلمبردار، شبکه‌های مطرح جهانی جلیقه خبرنگاری به تن دارن، در حال گزارش کردنن، رو به دوربینن، میکروفون دارن، اعلام میکنن، به کرات میگن که ما خبرنگار هستیم، اما باز بازداشت شدن. فکر میکنید که واقعا این ناشی از ناآشنا بودن به پروتکل‌های کاریه؟ فکر نمی کنم که تنها فقط این باشه. من فکر می کنم که یک قصدی وجود هست، قصدی وجود داره از جلوگیری یا جلوگیری حقیقت، نشان دادن حقیقت، که خیلی نگران کننده است. چیزی که کمتر میکنه این نگرانیه اینه که آدم های زیادی هستن الان با موبایل هاشون که تلفن هم دارن، تلفن هایی که دوربین هم دارن، و از همه این چیزا دارن تصویر میگیرن و ثبتش میکنن، که یه خورده از این باری که روی دوش خبرنگارا سالها بوده یه خود هم داره کم میشه. ولی اینجور هدف گرفتن خبرنگارا توی این چند روز گذشته مخصوصا، من مستقیما ناشی میشه از صحبت های رئیس جمهوری که الان متاسفانه در امریکا هست. همین نوع رفتارا رو هم ما توی شاهد بودیم توی کشورهای جهان سومی، و خیلی یه چیز متاسفناک هستش که این اتفاقات داره اینجا تو کشور امریکا، که اولین قانون آزادی سخنوری هستش اتفاق میفته توش. آقای خیرخواه، فکر می‌کنید که چنین روی کردی و چنین برخورد خشونت‌آمیزی با خبرنگارا چه تأثیری بر آینده روزنامه‌نگاری در کشوری که همچون آمریکا یک دموکراسی میتونه داشته باشه؟ قطعا تاثیرگذار خواهد بود، همونطور که خیلی از جوامع پوپولیست این کار رو میکنن که ترس رو وارد دل آدم ها بکنن، میتونه تاثیر روی خبرنگار هم داشته باشه. موضوع خوبی که وجود داره اینه که قانونمندی توی امریکا جلوگیری خواهد کرد از این نوع فشاری که وجود داره بر روی خبرنگارها، که موضوع خوب این قضیه هستش. متشکرم. محمد خیرخواه، عکاس، خبرنگار.
و اما نارامی های آمریکا در بسیاری از کشورها واکنش برانگیز بوده، هم در بین شهروندان و هم سیاستمداران. مقام های ایران هم از فرصت استفاده کردند و به سرعت به این نارامی ها واکنش نشون دادند. اظهار نظرهای بحث برانگیز به این دلیل که بسیاری اعتراضات امروز آمریکا رو با اعتراضات آبان ماه پارسال در ایران مقایسه می کنند. اعتراضاتی که در ایران با خشونت سرکوب شد و صدها کشته به جا گذاشت. مثلا امروز رئیس قوه قضاییه مفصل درباره اعتراض‌های آمریکا صحبت کرده و گفته که حقوق اولیه انسان در آمریکا نابود میشه. این عبارت از امریکای بی‌نقابه. امریکای بی‌نقاب همینه، همین جلوه پلیس با یک سیاه‌پوسته. مردم دنیا ببینند رفتار امریکایی‌ها با حقوق مردم، رفتار امریکایی‌ها با مردم کشور خودشون چه برسه به مردم عالم. امروز امریکا دیگه نه به عنوان یک مدعی حقوق بشر، به عنوان یک متهم باید محاکمه بشه در مجامع بین المللی دنیا، چگونه حقوق اولیه انسان رو زیر پا میگذاره و نابود میکنه. ما بگذارید ببینیم که آقای رئیسی در مورد اعتراضهای آبان و معترضانی که در خیابانهای ایران بودند چه گفته بود. صف مردم، نگرانی مردم جداست از صف اشرار و صف اونهایی که میخوان ناامنی ایجاد بکنن در جامعه. کسانی که با شرارت دل زن و بچه مردم رو بلرزونند، بانک‌ها رو آتیش بزنند و اموال عمومی خسارت وارد کنند، ناامنی رو در جامعه بخوان ایجاد بکنند، اینها بدانند که مجازات سختی رو کار اونها در پی خواهد داشت. غیر از رئیس قوه قضاییه، بحث‌های دیگه‌ای هم بین مقام‌های ایران و آمریکا جریان داشته. مقام‌هایی که گاه زبان دیپلماتیک رو هم کنار گذاشتند. از جمله بگومنگوی توییتری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا. محمد جواد ظریف بیانیه آمریکا درباره نارامی‌های آبان ماه ایران رو به روی مایک پومپئو آورد و زیر بعضی از کلمات خط کشیده و اونها رو با کلماتی مرتبط با نارامی‌های آمریکا پر کرده. وزیر خارجه آمریکا هم در جواب گفته شما در ایران همجنسگراها رو دار می‌زنید، زن‌ها رو سنگسار و یهودیان رو نابود می‌کنید. اما خروجی رسانه‌های داخل ایران از شبکه خبر تا تیتر یک مطبوعات هم کمابیش متناسب با خط اصلی حکومت بوده. از جمله کیهان که نقل قولی از آیت الله خمینی رو تیتر کرده که گفته آمریکا روند نابودی خود رو آغاز کرده، تا باقی روزنامه‌ها که اغلب تیتر یکشون رو به وضعیت آمریکا اختصاص داده بودند. روزنامه‌های نزدیک به حکومت تیترهای اخبار مربوط به آتش‌سوزی زاگرس، ویروس کرونا و سهام عدالت رو در حاشیه صفحه اول کار کرده بودند. اما همه فعالای سیاسی در داخل ایران مانند مقام‌های این کشور فکر نمی‌کنند. از جمله فائزه هاشمی، نماینده پیشین مجلس ایران. او در فایل صوتی که به دست بی بی سی فارسی رسیده به این سوال پاسخ میده که آیا واکنش مقام‌های ایران به تحولات آمریکا متناسبه؟ این موضوع دو بود داریم. یکی حالا اتفاقاتی که در آمریکا افتاده، حالا کشته شدن اون جورج فلوید، اون مرد سیاه‌پوست و حالا اعتراضات و تظاهرات و چه می‌دونم برخوردهایی که با اینا شد و عکس‌العمل‌هایی که اونا داشتن و حالا هیچکدوم قابل تایید نیست. یعنی اون هم اون کشته شدن اون سیاه‌پوست خودش یه فاجعه بود در اونجا و باید اون رو محکوم کرد که همچین اتفاقی میتونه اونا توسط یه پلیس بیفته. واقعا چیز عجیب غریب و وحشتناکه. ولی از این طرف نظر من کسانی میتونن قضایی رو محکوم بکنن، ولی باور کردن اینکه حالا اینا واقعی دارن محکوم میکنن قابل قبول نیست. چون ما خودمون اعمالمون بدتر از این هاست، یه بیاییم یه همچین جریانات رو در یه جای دیگه بخوای محکوم کنیم یه خورده خنده داره. و اگر واقعا ما، یعنی این کسانی که دارن این وقایع امریکا رو محکوم میکنن واقعی دارن حرف بزنن، خب در ذره اول باید خودشون در کشور خودشون تلاش کنن که این اتفاقات نیفته. ولی ما بیشتر از خود آمریکا شاهد اتفاقات ناگوار تو کشور خودمون بودیم تو دورهای مختلف. حالا هم آبان ماه رو ببینیم، هم قبلش 93 رو ببینیم، آبان 98، دی ماه 96 و تمام این جریاناتی که افراد دستگیر میشن، محاکمه میشن،
به خاطر نقدی که میکنن، به خاطر انتقادی که میکنن، به خاطر به هر حال تن مشکلات دستگیر میشن، محکوم میشن، زندان میرن و برخورداری که میشه همه جوره. اونم تمام اینا تمام موضوعات مسالمت‌آمیز، چیزی که قانون اجازه داده و هیچ صحتی از قانون هم صورت نمیگیره. بنابراین ما خودمون چه شرایطی داریم اینکه حالا بیایم با این احساسات بخوایم اون طرف رو محکوم بکنیم، قابل قبول نیست. بیشتر به نظر میاد یه جوری خوشحال شدن از اون جریانات آمریکا برای اینکه بتونیم خودمون توجیه بکنیم. ضمن اینکه بازم تاکید میکنم که اون قضایای آمریکا هم قابل دفاع نیست، کشته شدن اون سیاه‌پوست و حوادث بعدیش اتفاق افتاده. کل اگر شبید بودی سر خود دوانه مونی. ما اگر واقعا دنبال آزادی مردم و حقوق مردم و اینجور چیزا و این توجه به اقلیت‌ها و نمی‌دونم اینا هستیم، با تمام این مسائل رو در کشور خودمون به صورت خیلی عجیب غریب‌تر و قوی‌تری داریم که حقوق اقلیت‌ها، حقوق مردم، حقوق منتقدین، حقوق فعالان اجتماعی، حقوق کسانی که دنبال آزادی‌هاشون هستن همیشه ضایع شده و بدترین ظلم‌ها به اینا شده. اونم در شرایطی که مثلا یه نفر تو آمریکا کشته شده ما داریم به این شدت محکومش میکنیم، بعد میگم خودمون آمار 230 نفری که الان اونم جای سوال داره که واقعا این آمار درست یا نه میدیم، این یه خود طنز خنده‌داری هستش و من فکر می‌کنم اینا حواسشون نبوده. یعنی اگر آدمای عاقلی بودن الان نمی‌شد ادراک این آماری بدن و به نظر من از دستشون یه جورایی در رفته. بلا فاصله هر کسی میتونی خیلی خوب اگر اون یه نفر کشته شدن سیاه پوست اونجا اینقدر مهم بوده شما که دیویشون چی کار کشتی تو تظاهراتتون مثلا، یا 2000 تا زخمی تو تظاهراتتون داشتی؟ حالا آمار بازداشتی رو ندادن هنوز، آمار کسانی که بعدا محکوم شدن و بازداشت شدن و بعدا محکوم شدن ندادن هنوز. اینا رو تو ندارم، این هم برازان از دستشون درده اشتباه بزرگی کردن. بر اساس گزارش ها ساعتی پیش انفجاری در مرکز کابل پایتخت افغانستان روی داده. به گفته مقام های امنیتی این انفجار در وضوخانه مسجد وزیر محمد اکبر خان روی داده. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل به ما پیوسته. نسرین از جزئیات بیشتر این انفجار بگو. بیشتر از 3 ساعت و نیم قبل بود که شام امروز یک انفجار نیرومندی در منطقه مرکزی شهر کابل رخ داد، در مسجد وزیر اکبر خان که یکی از مسجدهای بزرگ و معروف هست در شهر. اول وزارت داخله اعلام کرد که فرد انتحاری مواد انفجارش را در وضوخانه مسجد منفجر ساخته، ولی بعد در بیانیه‌ای تصحیح کرد که انتحاری نبوده بلکه مواد منفجره در داخل مسجد جاسازی شده بوده و نیروهای امنیتی تقریبا ساعتی پس از انفجار مقداری مواد انفجاری در محوطه مسجد هم پیدا کردن و خنثیش کردن. در نتیجه این انفجار تا حالا گفته شده که 2 نفر زخم برداشتن و 2 نفر دیگه هم جان باختن، به شمول ایاز نیازی که یکی از چهره‌های دینی شناخته شده در بین مردم افغانستان هست و از طرفی هم نزدیک به حکومت افغانستان. آقای نیازی اول گفته شد که زخم برداشته و تقریبا چند ساعت 2 ساعت پس از اینکه انفجار رخ داده بود گفتن که بر اثر جراحت جان باخته. آقای نیازی از جمله افرادی بود که از منتقدان طالبان و داعش بوده؟ تقریبا در افغانستان روحانی های پرنفوذ کمتر از جنگجویان و مخالفان مسلح دولت اعتراض میکنن، انتقاد میکنن، ولی خب آقای نیازی چند باری در مورد طالبان صحبت کرد و بیشتر از نقد به طالبان گفته بود که باید دست صلح و دوستی دراز بکنن. به این دلیل هم طرفدارهای خاص خودش را داشت، اگرچه از طرفی بعضی از فتواهایش، بعضی از حرفهایش واکنش های جنجالی هم در پی داشته، ولی خب تقریبا به عنوان یک روحانی پرنفوذ بین مردم محبوبیت خودش را داشته و حالا هم با خبر مرگش در شبکه‌های اجتماعی مردم واکنش های زیادی در این مورد نشان دادن و ابراز تسلیت عرض کردن. ارگ ریاست جمهوری هم همطور این همدر را تقبیح کرده و تسلیت گفته. طالبان هم چند دقیقه قبل نسبت به این حمله واکنش نشان دادن، تقبیحش کردن و ابراز تسلیت گفتن. متشکرم نسرین نوا از کابل با ما. سازمان ملل متحد گفته بر اساس یافته این نهاد طالبان به حمایت از شبکه القاعده ادامه داده. این در حالی است که طالبان بر اساس توافقنامه صلح با آمریکا متعهد به قطع ارتباط با این شبکه شده.
در واکنش به گزارش سازمان ملل، طالبان گفتند این گزارش حقیقت ندارد. این گروه گفته به توافقنامه با آمریکا متحد است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، به بی بی سی گفت دولت این کشور از ادامه ارتباط طالبان و القاعده نگران است. با این توضیح که این گفتگو پیش از حمله امروز کابل انجام شده. وجود القاعده در افغانستان باعث مشکلات بزرگی هم برای مردم ما و هم مردم دیگر نقاط جهان شده. قطع رابطه طالبان با القاعده که بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود هنوز به طور کامل اجرا نشده. پیشرفت های حاصل شده اما هنوز راه زیادی باقی مونده. البته که باعث نگرانیه. من هنوز جزئیات گزارش سازمان ملل رو مطالعه نکردم، اما به طور کلی میدونم درباره چی حرف میزنه. میدونیم که هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که بتونن ادعا کنن همه روابطشون با القاعده رو قطع کردند و نه اونها از القاعده حمایت میکنن و نه القاعده از طالبان حمایت میکنه. هنوز به اونجا نرسیدیم. مسئله اطمینان کردن به القاعده یا هر گروه دیگه ای نیست، بلکه آزمودن انگیزه و اراده همه طرف ها از طریق آغاز مذاکرات بین الافغانیه که امیدواریم به زودی شروع بشه. طالبان بیش از 2 دهه است که در کشور ما حضور دارند. مسلح هستند و در حال جنگ. هرچند که اخیراً مقداری از خشونت‌ها کاسته شده و 2 طرف به مناسبت عید فطر آتش بس اعلام کردند که مورد استقبال همه مردم افغانستان قرار گرفت. اما همزمان ما باید باهاشون به توافق برسیم. این راه پرفراز و نشیب با ادامه جنگ به جایی نمی‌رسه. آمریکا توافقی با طالبان امضا کرده که همه به جزئیاتش دسترسی دارند. از طرفی طالبان تعهداتی داده، از جمله قطع ارتباط با القاعده، حمایت نکردن از این گروه و کمک نگرفتن از آنها یا هر گروه تروریستی دیگه، و اینکه تروریست‌ها از خاک افغانستان علیه مردمش یا هر کشور دیگه استفاده نکنند. این یکی از اقداماتیه که طالبان بهش متعهد شده. نکته اینه که ما باید مذاکرات رو شروع کنیم. اگر طالبان یا هر طرف دیگه ای معتقده که از راه نظامی میتونه به پیروزی برسه، باید بدونه که این امکان پذیر نیست. چند روز از آغاز فروش سهام عدالت در بورس تهران می‌گذرد. سهامی که دهک‌های پایین درآمدی در ایران دریافت کردند و بسیاری از آنها تمایل دارند هر چه سریع‌تر آن را نقد کنند. اما شرایط فروش این سهام هنوز ابهام دارد، به نحوی که بخش مهمی از دارندگان این سهام امیدی ندارند که فروش این سهام کمکی به وضعیت معیشت آنها باشد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. من توصیه‌ام اینه که حتماً این سهامو مردم عزیز ما عجله نکنن در فروشش، نگهداری بکنن. طبیعتاً اگر کسی قصد فروش داشته باشه، ما با آغوش باز تمام امکانات رو در اختیارش میذاریم. فروش سهام عدالت در بورس بالاخره وارد فاز اجرایی شد. شاخص کل بورس هم صعودی شد و روز سه‌شنبه دوباره به بالای 1,000,000 واحد رسید. شرایطی مناسب برای معاملات سهام از جمله فروشندگان سهام عدالت. اما برخی رسانه‌ها در ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی ابهام‌هایی را در مورد فروش سهام عدالت مطرح کردند. روزنامه خراسان در شماره سه‌شنبه 13 خرداد در مطلبی با عنوان ترکمانچای بانکی برای سهام عدالت می‌نویسد: بعضی دارندگان سهام عدالت بعد از مراجعه به بانک و درخواست فروش تنها توانستند بخشی از مبلغ فروش سهام را دریافت کنند. روزنامه شرق هم نسبت به اجحاف در حق دارندگان سهام عدالت نگرانی های مطرح کرده و نوشته مافیایی در بورس که نهادهای شبه دولتی هم در آن هستند بازار را داغ می کنند و سپس سهام عدالت را به ارزان ترین قیمت می خرند. البته مشکلات بورس مسئله بخش کوچکی از دارندگان سهام عدالت است، چون از 49 میلیون دارنده سهام عدالت 34 میلیون نفر روش مدیریت غیر مستقیم را برای سهام خود برگزیدند و مستقیم در بورس وارد نمی شوند. آنها از طریق شرکت های استانی تحت نظر دولت می توانند سهام خود را بفروشند. اما این گروه نیز با ابهام های دیگری روبرو شدند، موضوعی که واکنش رئیس جمهوری را در پی داشته که از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواسته شفافیت بیشتری داشته باشند. این شرکت‌ها قرار است طی 1 هفته آینده فروش سهام را آغاز کنند و قبل از آن باید وارد بورس یا فرابورس شوند. اما سازمان بورس هنوز اطلاعات دقیقی درباره نحوه پذیرش شرکت‌های استانی در بورس ارائه نکرده.
دارندگان سهام عدالت شش دهک پایین جامعه هستند، افرادی که درآمد نسبتاً پایینی دارند. 15 سال پیش به این افراد وعده داده شد که بخشی از ثروت تحت مالکیت دولت به شکل سهام عدالت به آنها واگذار می شود. اما هنوز نقد شدن این سهام با ابهام و پرسش روبروست. این در حالی است که در همین دوران شرکت‌های دولتی زیادی با حرف و حدیث فراوان به گروه‌های به اصطلاح خصولتی واگذار شده و منافع زیادی کسب کردند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. گروهی از ورزشکاران مدال‌آور ایران در سالهای اخیر سرزمین خود را ترک کردند و زیر پرچم کشور دیگری در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کنند. عبدالمحمد پاپی، ملی پوش پیشین کشتی فرنگی ایران، یکی از آنهاست. او پس از مهاجرت به آلمان موفقیت‌های بسیاری به دست آورد و حالا در آنجا به عنوان رقیب اصلی قهرمان کشتی فرنگی جهان از آلمان روی او حساب می‌شود. مریم انصاری با او گفتگو کرد. بیش از 3.5 سال از این صحنه می‌گذرد. زمانی که عبدالمحمد پاپی هنوز در تیم ملی کشتی فرنگی ایران بود. زمانی که رسانه‌های ایران نوشتند خوزستان کولاب کرد. نوشتند تیمی جوان و بی ادعا جام قهرمانی سومین دور رقابت‌های کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان در بوداپست مجارستان را از آن خود کرد. ملی پوش پیشین کشتی فرنگی ایران حالا 3 سالی است که در آلمان است. می‌خواهم بدانم چرا با وجود موفقیت از ایران به آلمان آمد. خب من اگه بخوام حساب کنم از رده سنی جوانان تا رده سنی بزرگسالان تقریبا شاید 11-12 سال از عمرم رو توی اردوگاه تیم ملی بودم. بعد که به خودم اومدم دیدم 28-29 سالمه، ورزشکار بودم، سالم بودم، جوان بودم، تحصیل کرده بودم، ولی موقعی به خودم اومدم دیدم اصلا نه کاری دارم نه اینکه آینده مشخصی دارم. گفتم حالا اگه امروز مثلا من ضرب خوردم فردا چی میشه؟ من ازدواج کرده بودم، یه پسر کوچیک داشتم، از آینده بچه‌ام واقعا ترسیدم. به خاطر همین به این فکر افتادم که مهاجرت کنم. او از اردوهای فرسایشی، از ریخت و پاش‌های فدراسیون کشتی ایران با انبوهی کارکن شکایت می‌کند که بود و نبودشان برای پیشرفت این ورزش بیهوده است و در مقابل وضع بد کشتیگیران به خصوص در شهرستان‌ها. عبدالمحمد پاپی وقتی به آلمان آمد می‌خواست شغلی پیدا کند و زندگی آرامی داشته باشد. اما آشنایی با فرانک شتبلر، قهرمان کشتی فرنگی جهان در آلمان، مسیر زندگی او را تغییر داد و پاپی را به همان جایی برد که جایش است، روی تشک مسابقه. او با تیم رد دویلز یا شیاطین سرخ نایب قهرمان کشتی بوندسلیگای آلمان شد. سال بعدش من تیمم رو عوض کردم، با تیم شاندورف بودم. اونجا هم باز من 10 تا کشتی گرفتم، بازم من 10 تا کشتی رو بردم. سال گذشته توی مسابقات گرند پریکس دورتموند کشتی گرفتم، اونجا خدا رو شکر تونستم اول بشم. حالا این رسانه‌های آلمان هستند که درباره‌اش به عنوان تنها رقیب فرانک شتبلر برای شرکت در مسابقات المپیک سال آینده می‌نویسند. او در اینجا مربی کشتی فرنگی در یکی از باشگاه‌های آلمان است و در 3 مدرسه مختلف آموزش کشتی می‌دهد. زندگی تو آلمان برای خیلی از خارجی‌ها انقدرام دلچسب نیست، به خصوص یه سری مناطق. دلم میخواد بدونم که وضع شما چطوره با در و همسایه و روابط اجتماعی و دوست و کلن جامعه آلمان. اونا سیستم زندگی خودشونو دارن، با ما فرق میکنه، تفریحاشون با ما فرق میکنه، نشست و برخوردشون با ما، برخاستشون با ما فرق میکنه. دیگه ما نزدیک 30 سال ایران زندگی کردیم با شرایط زندگی خودمون، یه خورده اینجا تا جا بیفتیم زمان میبره. هیچ وقت به برگشتن به ایران فکر کردین؟ دلتون واسه ایران تنگ میشه؟ واسه یه سری چیزا رو نمیتونم بگم. نمیدونم. واسه ایران خیلی بیشتر واسه خانواده‌ام و کسایی که باهاشون کانتاکت داشتم، دوستام. ولی شرایط ایران الان خیلی 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 سخت شده. به همین خاطر من سعی میکنم فکر نکنم به برگشتن به ایران. به خاطر محدودیت‌های کرونا هنوز وضع بسیاری رشته‌های ورزشی روشن نیست. با شروع مسابقات فوتبال در آلمان برای بقیه ورزشکاران هم امیدهایی به وجود آمده. با این حال کشتی وضع دیگری دارد. خیلی اول اینکه خیلی سخت میگذره،
مخصوصا به کشتیگیری ها چون ورزشی 100% با 100% کنتاکت. ولی خب ورزشکار حرفه‌ای میتونن به شکل دیگه ای از این فرصت استفاده کنن، یه سری سیستم های تمرینیشون رو تقویت کنن، مثل سیستم های هوازی با دو میدانی، سیستم های استقامتی با وزنه، اون کارهای فوسفاژن سرعتی، کارهایی که تو دورانی که خیلی روی دوشک هستن کمتر وقت دارن انجام بدن، میتونن اینجوری این سیستماشون رو قوی کنن. دوران کرونا هم میگذرد، اما کسی که در مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی بر حریف‌های قدری پیروز شده و مدال‌آور کشورش بوده، حالا هدفش شرکت در المپیک توکیو زیر پرچم آلمان است. مثل خیلی ورزشکاران دیگر که زمانی عطای قهرمانی زیر پرچم جمهوری اسلامی و مدال‌آوری برای کشور خود را به لقایش بخشیدند و به دنبال سرنوشت دیگری رفتند. مریم انصاری، کلن. اما اجازه بدید سری بزنیم به نیویورک، جایی که ساعت 14:25 دقیقه است و تجمع‌های اعتراضی در اون شروع شده. نیویورک برای دومین روز پیاپی از ساعت امشب منع رفت آمد داره، منع رفت آمدی که ساعتش افزایش پیدا کرده. دوشنبه شب از ساعت 11 شب تا 5 صبح منع رفت آمد وجود داشت در این شهر، ولی از امروز از ساعت 8 شب تا 5 صبح باید دید که آیا این اعتراضات بعد از شروع منع رفت و آمد ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. این اعتراضات دیشب در نیویورک به خشونت کشیده شد، موضوعی که باعث انتقاد دونالد ترامپ از فرماندار نیویورک شد. در بخش‌های بعدی خبر به ادامه این اعتراضات خواهیم پرداخت. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.